ای همای دل غمین فاطمه، بی تو در ماتم نشینم فاطمه، ای شمیم دل نشینم فاطمه، ای تو هورای حزینم فاطمه، ای بهشت بی نشانم فاطمه، تا ابد دردت به جانم فاطمه، ای گرفتار خزانم فاطمه، رخ کبودم قد کمانم فاطمه، ای همای دل غمینم فاطمه. ناهلة الجسم يعني نحيف و دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میگیری، باکیت یعنی بارون غصه ها میباره، چشای مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچار، منهدت رکن یعنی توون براد نمونده بانو، که قلب تو سوزونده بانو، که بال تو شکونده بانو، معصبت الرأس یعنی بستی سری رو که پر درده، رنگ رخ تو مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرد، جوری لگت خوردی که نمیتونی بلند شی از جات، جای غلاف رو بازوهات، داری میری کنار بابات، هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر، نزد زن و جلوی شوهر، بمیر زینبت مادر، وای مادرم، دل شکسته میری، جوونی اما مادر پیری، بهونه ی سفر میگیری، با کیت علم یعنی بارون غصه ها میبار،
مادر ما تاره، دیگه علی شده بیچاره، اون هدت روک یعنی تبون برات نمونده بانو، کی قلب تو سوزونده بانو، کی بال تو شکونده بانو، و از سبت رس یعنی بستی سری رو که پر درده، رنگ رو خط و مادر زرده، تو کوچه کی جسارت کرده، جوری لگد خوردی که نمیتونی بلند شی از جات، جای خلاف رو بازوهات، داری میری کنار بابات، هیچ کسی ای وای من نگفت تو کوچه به اون کافر، نزن زن و جلوی شوهر، بمیر زینبت ای مادر، آسمان به بار بر ماه و ستاره افتاده امز پا و از کف رفت چاره، با عشق غم جانم شد با خود گویم، دادم از کف همه زندگیم، هستی من می رود بر باد، دادم از کف همه زندگیم، هستی من می رود بر باد، ابکی فی غربتی فاسمع يا ليل أنتي في القلب جمرتي بعد الزهراء حسرتي، قلبي مجروح دمعي مسفوح في الليل أنوح، دمعي لأمي الحسنين
غمهایم شنیدنی است، هم درد غم علی جز چاه مدینه نیست. تنها ماندم با این ماتم، سوزم از حضر الحبيب، حضر الحبيب، حضر الحبيب، فلم يرد جوابي. ماذا يجني محن دمعي لأمي الحسن؟ بعد الزهراء حسرتي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فيها مصباح، للمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور،
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله الكريم. وصدق مولانا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيك. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا بنت أفضل أنبياء الله ورسله وملائكته. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية السلام عليك أيتها التقية النقية السلام عليك أيتها المحدثة العليمة السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة السلام عليك أيتها المبتغمة المبهورة السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك وعلى روحك وبدنك أشهد أنك مضيت على بينة من ربك وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بضعة من وروحه الذي بين جنبي كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد الله ورسوله وملائكته أني راض عمن رضيت عنه ساخط على من سخطت علي متبرئ ممن تبرأت منه موال لمن واليت معاد لمن عاديت مبغض لمن أبغضت محب لمن أحببت وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا أشهد الله وملائكته أني ولي لمن والاك وعدو لمن عاداك وحرب لمن حاربك أنا يا مولاتي بك وبأبيك وبعليك والأئمة من ولدك موقن وبولايتهم مؤمن ولطاعتهم ملتزم أشهد أن الدين دينهم والحكم حكمهم وهم قد بلغوا عن الله عز وجل ودعوا إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا تأخذهم في الله لومة لائم وصلوات الله عليك وعلى أبيك وبعلك
وذريتك الأئمة الطاهرين. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النبية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المغهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلومة بعلها المقتولة ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمك وصميم قلبك وفلذة كبدك والنخبة من كالك والتحفة خصصت بها وصيا وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورى والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فرجنا بهم یا کریم ولعن اعداءهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین بائف الانبیاء والمرسلین الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا تبارک و تعالی ثم الصلاة و السلام على حقیقت الوجه لتم العارف بما فی اللوح و القلم حبیب اله العالمین و شفیع المذنبین ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. جهت سلامتی و تعجیل در فرج قطب عالم امکان ولی نعمت عالم وجود مولای ما امام زمان علیه السلام آمرزش همه اموات و درگذشتگان ذوی حقوق پدران و مادران رفتگان این جمع محترم والدین ما و همه حقداران و به عنوان عرض تسلیت ساحت مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام اجماعا صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدا رو شاکریم و سپاسگزار بار دیگر بر ما منت نهاد در مجلسی به نام نامی و اسم گرامی بقیت الله الاعظم ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن المهدی ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا به آستان مقدس مادر مظلومه اش حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض ادب و ارادت میکنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و سپاسگزار تا در سایه این شکر نعمت نعمتش بر ما افزون کند و گوهر محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام از ما و فرزندان ما تا دم واپسین مستاند ان شاء الله. ضمن شکر نعمت پروردگار که امسال هم توفیق پیدا کردیم علی رغم همه گرفتاری ها و حوادث و موانعی که متاسفانه وجود دارد باز هم توفیق پیدا کردیم ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها رو درک کنیم. خدا رو بر این نعمت شاکریم و خدا رو سوگند می دهیم به مظلومیت شهیده این ایام وجود مقدس حضرت صدیقه کبری علیها السلام که خدا در فرج و ظهور فرزندش منتقمش امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید و از باقی مانده دوره غیبت اون حضرت درگذرد، ظهور و فرج موفور و سرورش نزدیک گرداند و چشمان هجران کشیده ما به مژده فرج اون حضرت روشن بگرداند ان شاء الله. مرحوم محدث قمی صاحب کتاب شریف مفاتیح الجنان رضوان الله تعالی علی در قسمت اعمال ماه جمادی در مفاتیح الجنان زیارتنامه‌ای رو نقل کردند در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که بنده کمترین سالهاست که با خدای متعال عهد بستم که در تمام مجالس فاطمیه انشالله سعادت و توفیق پیدا کنم که در آغاز سخن این زیارتنامه رو در خدمت مستمعین محترم قرائت کنیم. از شما هم اجازه میخوام که انشالله اگر توفیق پیدا کنیم در این سنوبت مزاحمت حقیر در آغاز سخن این زیارت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو با همدیگه تکرار کنیم. شما نوعا با مفاتیح الجنان مأنوس هستید. در قسمت اعمال ماه جمادی در مفاتیح الجنان که اعمال بسیار کم و مختصری هم هست اعمال ماه جمادی، این زیارت بسیار کوتاه و مختصر چند سطری وجود داره. انشاءالله توفیق پیدا کنیم در ماه جمادی الاولا و جمادی الثانی که در پیش هست انشاءالله هر روز این زیارت رو با توجه قرائت کنیم. متن زیارت از وجود مقدس حضرت رسول پیامبر اکرم حضرت ختمی مرتبت که درود خدا بر ایشان و بر ذریه پاکشان باد نقل شده است، همونجور که عرض کردم متن بسیار کوتاهی داره و در این حال بسیار با فضیلت. در حدیثی که شیعه و سنی از وجود مقدس رسول خدا حتی اهل سنت نقل کرده اند پیامبر اکرم فرمود هر کس 3 روز متوالی 3 روز پیاپی به دختر مظلومه من سلام الله علیها عرض سلام و تحیت گوید، من خاتم الانبیا 2 چیز رو برای او ضمانت و تضمین میکنم. به ضمانت خاتم الانبیا و رسول الله 2 چیز و 2 پاداش رو برای او تضمین میکنم. 1. غفر الله له، خدا چنین فردی رو خواهد آمرزید، مورد مغفرت و آمرزش حضرت حق قرار میگیره. و 2. خدای متعال به وسیله من خاتم الانبیا، یعنی به تعبیر بنده من دستگیر او خواهم بود، چنین فردی رو در بهشت در کنار من محشور خواهد کرد و در کنار من خواهد بود. غفر الله، خدا او رو خواهد آمرزید ذنوبه و فردای قیامت در کنار من در بهشت محشور خواهد بود. گفت بر این مژده گر جان فشانم، گر جان فشانم رواست. چه مژده‌ای از این بالاتر؟ من آهسته تر با اجازتون این زیارت مختصر رو قرائت میکنم، شما سروران بنده هم تکرار بفرمایید، انشاءالله وارد بحث خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سیدتا
نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين نثار روح مقدس و منورش صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. سخن ما انشالله در این چند مجال و فرصت بسیار کوتاه پیرامون یادگار بسیار بسیار ارزشمند و ارزنده ای است که از وجود مقدس شهید این ایام حضرت صدیقه کبرا علیها السلام به دست ما رسیده. در میان کلمات نورانی و ارزشمند حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها به تعبیری سرآمد همه اون کلمات نورانی خطبه است و خطابه است از صدیقه طاهره سلام الله علیها که مشهور به خطبه یا خطابه فدکیه. البته از حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها چند خطبه دیگر هم به یادگار به لطف خدا به دست ما رسیده که همه ارزشمنده. کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا مثل اون خطابه بسیار ارزشمند و مهمی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در ملاقات و عیادتی که بانوان و زنان انصار به رسم عیادت بعد از دوره نقاهت و بیماری حضرتش که در بستر بیماری و شهادت افتاده بودند مشرف خدمت بیبی دو عالم سلام الله علیها شدند و اون گفتار تلخ و بسیار بسیار سوزنده و گلایه‌آمیز حضرت صدیقه سلام الله علیها رو شنیدن. وقتی زنان انصار به رسم عیادت به خدمت بی بی شرف یاب شدن و از اون حضرت سوال کردند که کیفه اصبحت یا بنت رسول الله چگونه ای دختر پیغمبر روز را آغاز کردید حال شما چگونه است؟ معمولاً در پاسخ چنین سوالی ما چه جوابی میدیم؟ وقتی از بیماری سوال بشه که حال شما چطوره؟ حال شما چگونه است؟ روز رو چگونه آغاز کردید؟ معمولاً من و شما چه پاسخی میدیم؟ معمولاً میگیم الحمدلله خدا رو شکر دارم بهتر میشم یا از اون ور خدایی نکرده نه بهتر بودنی در کار نیست، عافیتی نیست، وضعم بدتر شده. به هر صورت حول و حوش همین مطالب نوعاً سخن گفته میشه. ولی پاسخ بی بی سلام الله علیها در احوال پرسی زنان انصار پاسخ ویژه و منحصر به فردی بود. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند صبح می کنم در حالی که از دنیای شما مردم بیزارم و متنفر و از مردان شما بیزارتر که چگونه سکوت کردن و حق شویم پسر عمم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو ربودند، حق من رو گرفتند، خلافت رو از علی غصب کردند، روز روشن فدکم را بردند، از پدر ماترکم را بردند، در حالی که مردان شما سکوت کردند و بر این ظلم رضایت دادند. این پاسخ حال شما چطور است از صدیقه طاهره سلام الله علیها در ماجرای اون عیادت. سخن من پیرامون خطبه دیگری است. او خطابه جاودانه ماندگار گرانسنگ دائرة المعارف فرهنگ شیعه یعنی خطبه فدکیه. حقیقتاً دائرة المعارف فرهنگ شیعه است.
از مبدأ تا معاد در او کلماتی بسیار ارزنده در معارف توحیدی، حقیقت عبادت و بندگی، ارزش ولایت و امامت، داستان معاد و روز جزا، داستان عدل الهی، توحید، نبوت خاتم الانبیا، حقوق پروردگار، حقوق مردم، جهات مختلف در این دایره المعارف فرهنگ شیعه نهاده شده. نام او خطبه فدکی است. خطبه است که تقاضام اینه که به این عبارت به دقت توجه بفرمایید. خطبه است که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به بهانه فدک او را ایراد فرمودند، به بهانه فدک، اما از مرز فلک عبور کرد و دایره المعارف فرهنگ شیعه بود. انشاءالله در این چند فرصت بسیار کوتاه فرازهایی و قسمتهایی از کتابه فدکیه رو در خدمت شما انشاءالله مرور و قرائت خواهیم کرد. بسیار ارزشمنده. نکته اولی که میخوام یادآوری کنم قیاس و مقایسه این خطبه است با خطبه قدیریه ی آقا رسول خدا در حق امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر خطابه هایی که از ائمه هدا خصوصا آقا امیرالمؤمنین علیه السلام به یادگار رسیده. بدون مبالغه و بدون مجامله دوشادوش و همتراز خطابه های پیغمبر خطبه قدیر و خطابه های عجیب آقا امیرالمؤمنین علیه السلامه که بعضی از اونها رو مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در همین نهج البلاغه گردآوری و جمع فرمودن. دوشادوش خطبه های پیغمبر و خود آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در تاریخ می درخشه، با این تفاوت که این بار یک بانو به زبان آمده، یک بانو به بیان آمده، به بهانه فدک ایراد شد ولی از مرز فلک عبور کرده. آیا اهل بید علیه السلام برای چند نخل و نخلستان و باغ و سمرات باغشون فریاد کردن و ندای مظلومیت سر دادن؟ مسلمن این نبوده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. اینها خاندانی هستند که آزمونها و امتحانهای سخت قبل از این ماجرا پس دادن و همه سرفرازتر از این آزمونها بیرون آمدن. پس بهانه فدک بود. شهرت این خطبه فدکی است، اما مقصود بیان جهات مختلف و دیگری بود. صدیقه طاهره سلام الله علیها با چه حالی و با چه وضعیتی که به نقل اکثر مورخین امامیه و تشیع، حضرت صدیقه با همون حالات، با همون کسالت، با همون جراحات، با همون نقاهت ها، با همون بیماری ها، با همون پهلوی شکسته و دل شکسته تر خطبه فدکیه رو ایراد فرموده. چقدر این کلمات باید برای بانو ارزشمند، مهم و سرنوشت ساز باشه برای امت خاتم الانبیا، امت پدرشون که با اون کیفیت مخصوص که خدا میداند بر سر دختر یگانه پیامبر این امت چه آورده. مردمانی که خود رو امت رسول خدا میدانستند، از امت خاتم الانبیا میشمردند، مردمانی که به تعبیر بنده اگر به نماز جماعت دیرتر می رسیدن پشت سر پیغمبر، ندای الصلاح ان الله مع الصابرین، یا الله، یعنی یا رسول الله صبر کنید، ما مشتاقیم که به نماز شما متصل بشیم. همین مردمانی که مشتاق نماز پیغمبر بودند، به ظاهر البته عده قابل ملاحظه ایشون منافقانه صورت ظاهر این گونه اشتیاق نشون میدادن، همینها با دختر پیغمبر چه ها کردن که خدا میداند. ریحانه پیغمبر رو میان در و دیوار کوبیدن، محسن او رو کشتن، شنیدند که بین در و دیوار ناله میزد، یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک و ابنتک، یا رسول الله ببین با حبیبه تو چه می کنند. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود که سزاوار فشار آن در و دیوار بود، خدا می داند که این امت با تنها یادگار پیغمبر چه کردند. در همین خطابه جانسوز، جانگداز و پرمعرفت فدکیه
که خدا میداند چه مطالب عظیمی در او نوشته شده، شعرها بر او نوشته شده و باز نمی از یمی، قطره از دریای خطبه فدکیه هم محسوب نمی شود. یکی از عبارات جانسوز این عبارت است که حضرت صدیقه سلام الله علیها این گونه گلایه کردند، گلایه‌ای تلخ و جانسوز که اگر کسی مختصری مروت و غیرت در او باشه یقیناً بیتاب میشه. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمود المرء یحفظ فی ولده، این یکی از عبارات خطبه فدکیه است، المرء یحفظ فی ولده، یعنی هر کسی، هر عزیزی بعد از مرگش و بعد از فوت و رحلتش یاد او، خاطره او ماندگار و جاودان میماند. به چه واسطه؟ به واسطه گرامی داشت و بزرگ داشت عزیزانش، یادگارانش، فرزندانش، اون کسانی که از او به یادگار موندن. یعنی گیرم که من سیدت و نساء العالمین نبودم، گیرم که من صدیقه کبرا نبودم، گیرم که من کسی نبودم که پیغمبری به رسالت نرسید. هیچ پیغمبری، مگر اینکه باید اقرار میکرد به مقام ولایت من فاطمه زهرا که من ولی خدا هستم. گیرم که من صاحب اون همه کمالات نبودم، گیرم که من روح میان دو پهلوی پیغمبر نبودم، جان پیغمبر، جانان رسول خدا نبودم، گیرم که هیچ کدوم از این فضائل و مناقب رو نداشتم، دختر پیغمبر شهر شما که بودم، تنها یادگار دختر پیغمبر، تنها یادگار رسول خداست. آیا تنها یادگار پیغمبر شما بودم یا نبودم؟ همه اینا کلماتی است که در همین عبارت نهفته است. مگه پیغمبر من 23 سال پیغمبر خداست و پدر من 23 سال خون دلها نخورد، رنجها و شکنجهای طاقت فرسا نداشت؟ المرء یحفظ فی ولده، گیرم که هیچ کدوم از این کمالاتو من نداشتم. شما نمیخواستید یاد و خاطره پیغمبر رو در شهرتون بزرگ داشت کنید، یاد پیغمبر رو حفظ کنید، خاطره پیغمبر رو تکریم کنید؟ اگر شما به کسی علاقه مند بودید و از دستش دادید، خدایی نکرده، و احساس کردید او حق گرانی بر گردن شما داره، بعد از فوت او چه میکنید؟ بی تفاوت هستید؟ ابدا. وقتی فرزندانش رو میبینید تکریم میکنید، به فرزندانش محبت میکنید، پیش پای فرزندانش بلند میشید، میگید من بوی گل را از که جویم از گلاب، حالا که گل از دست رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب، حالا که دستمون به خاتم الانبیا نمیرسه، لااقل تنها یادگار او رو تکریم کنیم. اما این امت کاری کرد که کار مظلومیت این تنها یادگار به جایی رسید که حتی مزار او، قبر مقدس او بر دوستان او مخفی و پوشیده است، پنهانه. کاش مهدی به جهان چهره هویدا می کرد، کاش مهدی به جهان چهره هویدا می کرد، گره از مشکل پیچیده ما وا می کرد، کاش می آمد و با آمدنش از ره مهر قبر مخفی شده فاطمه پیدا می کرد. این علامت سؤال بزرگ تا پایان هستی و روزگار همچنان برقراره که چرا باید تنها یادگار رسول خدا فاطمه زهرا سلام الله علیها مزاری معین و مشخص نداشته باشد و مزاری پنهان داشته باشه. این سند مظلومیت فاطمه اطهر سلام الله علیها تا دامنه قیامته. پس یکی از عبارات این شد، المرء یحفظ فی ولده، یاد و خاطره هر کسی با گرامی داشت یادگاران و فرزندان او در شهر و دیار باقی میماند. اگر من این فضائل رو هم نداشتم، شما نمیخواستید پیغمبر رو تکریم کنید، نام او رو بلند آوازه نگه دارید، خود رو مدیون به پیغمبر نمیدانستید؟ پیغمبر که یادگاری جز من فاطمه نداشت، حالان که حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها صاحب اون مقامات عجیب آسمانی است که حتی اهل سنت هم مکرر همین کتاب فضائل الخمسه لصحاح سته، کتابی است 5-6 جلدی با چاپهای مختلفی که شده، فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام از همین صحاح سته.
یعنی شش کتابی که اهل سنت او رو صحیح میدانن، صحیح بخاری، صحیح مسلم و شش صحیح معروفی که میشناسید. کتاب فضائل الخمسه، فضیلت‌های پنج تن، خمسه طیبه، رسول خدا، امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، امام مجتبی، سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین. و در نوع این فضیلت‌ها که اقرار اهل سنت، فضائل الخمسه از کجا؟ از صحاح سته، محور اصحاب کسا، محور این فضیلت‌ها، اون نخ متصل کننده این دانه‌های تسبیح نورانی آسمانی وجود مقدس صدیقه طاهره است سلام الله علیها. الفضل ما شهدت به الاعداء، فضیلت واقعی اونیست که دشمنان هم بر او اقرار کنند که از صحاح سته فضیلت های حضرت صدیقه سلام الله علیها فراوان بیان شده در منابع شیعی که مفصل و مفصل و بیکران. یکی از مزایا و امتیازاتی که در خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها وجود داره، کلمات آغازین این خطبه بسیار بسیار تکان دهنده است در حمد و ثنای الهی. ابتدای این خطابه را اگر ملاحظه فرموده باشید، حضرت صدیقه سلام الله علیها با چه کیفیت و وضعیتی خود را به مسجد رسول خدا میرسانند، در حالی که قلبی آتش گرفته، قلبی آتش گرفته از ظلمی که بر پسر عمش علی ابن ابی طالب امام زمانش امیرالمؤمنین، ظلمی که بر او رفته، شاهد هست با قلبی سوزان. محسنی از دست داده، جراحت هایی بر پیکر، نشسته در مسجد حاضر میشن، در حالی که طبق نقل روایت چادری بر سر نازنینش افکنده شده بود که ذیل و دامنه اون چادر بر زمین کشیده میشد، که این نشانه نهایت عفاف و ستر و حیا و پوشش و پوشیدگی است. با اون کیفیت حرکت میکرد که در تاریخ نوشتن راه رفتن او، یمشی یا تمشی مشیتها مشیت رسول الله، مانند رسول خدا قدم برمیداشت، که در روایت داره در همین صحنه وقتی با قلبی غمبار و آتش گرفته خود را به مسجد پیغمبر رسوند، راه رفتن او مردم رو به یاد راه رفتن رسول خدا میانداخت. وقتی شروع کرد به خوندن خطبه فدکیه‌اش، تن و آوا و تن صدا صدای رسول خدا بود که اصحاب گاهی پچپچ میکردن، میگفتن رسول خدا سر از قبر برداشته، رسول خدا زنده شده، رسول خدا خود ما رو به محاکمه کشانده و محاکمه ما رو خود عهده‌دار شده، گویا سر از قبر برداشته و یک یک ما رو مخاطب قرار میده. چی شنیدن؟ تن و آوا و صدای رسول خدا رو این بار از حلقوم پاک فاطمه اطهر سلام الله علیها میشنوند. حالان که صفحات تاریخ ورق خورد و ورق خورد و ورق خورد، سال 61 هجری هم وقتی بر دروازه کوفه همچنین مسجد شهر شام دختر همین امیرالمؤمنین علیه السلام خطبه ایراد فرمود، خطبه عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، که طبق نقل صدای زنگ شتران هم خاموش شد، همه مردمان نفسها در سینه شون حبس شده دیدن، دختر امیرالمؤمنین به خطبه سخن ایراد فرمود، اونجا هم گفتن گویا علی امیرالمؤمنین سر از قبر برداشته، یک یک ما رو مخاطب قرار داده. دوشادوش خطبه های خود امیرالمؤمنین در مسجد کوفه دختر علی با مردم سخن میگفت، دوشادوش خطابه های امیرالمؤمنین از معارف جوشان مبدأ و معاد با مردم سخن گفت و اونها رو به محاکمه کشید در مورد ظلمی که به امامت شد، به ولایت شد و به برادر با جان برابرش ابی عبدالله الحسین علیه السلام در ساموخته مکتب مادر است. زینب کبرا در ساموخته مکتب مادرش صدیقه کبرا سلام الله علیها است که در نهایت ستر و عفاف و پوشیدگی در مسجد پیغمبر حاضر شد، با قلبی آتش گرفته، بازوی ورم کرده و شکسته، سینه ای داغ دیده، داغ فقدان و هجران خاتم الانبیا، تماشای غربت و خانه نشینی امیرالمؤمنین علیه السلام به خطبه ایستاد، در حالی که در تاریخ نقل شده دستور داد ستر و پرده و حجابی بیفکنند در مقابل او، و از پس پرده شروع کرد با مردمان سخن گفتن. بسم الله الرحمن الرحیم،
الحمد لله على ما انعم و له الشکر به ما الهم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوق آلاء استاها و تمام منن والاها جمعن الاحصاء عددها و نعاعن الجزاء عمدها الى آخر این خطبه که انشالله فقراتشو با همدیگه تکرار خواهیم کرد. اما با حمد و ثنای پروردگار آغاز کرد، مانند خاتم الانبیا، مانند خطابه های امیرالمؤمنین. سخن گفتن اهل بیت علیهم السلام همین گونه است. چقدر مصیبت ها بر زینب کبرا سلام الله علیها وارد شد. او هم از مادر آموخته بود که در آغاز سخن حمد و ثنای الهی کند. اول صدیقه طاهره حمد و ثنای الهی کرد. حالا تفاوت حمد با ثنا با شکر چی هست؟ دیگه اینا آسوده شبی باید و خوشمهتابی تا با تو بگویم سخن از هر بابی. که تفاوت حمد در فرهنگ اهل بیت با ثنا با سه نقطه با شکر چه تفاوت ها و چه شباهت هایی داره. هم حمد کرد، هم ثنا گفت و هم شکر کرد. یه وقت شما شکر نعمتی رو انجام میدید، بسیار بسیار ارزشمنده. و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. یه وقت شکر شما انجام میدید، جای خود محفوظ، اما یه وقت شما آلا و نعمتهای خدا رو به زبان جاری میکنید. از مصادیق ستایش پروردگار اینه که انسان نعمتهای خدا رو فاما به نعمت ربک فحدث به زبان بیاره. این از آداب سخن گفتنه و همچنین از آداب دعا کردن. آلا و نعمتهای خدا رو برشمردن و شکر اونها رو به جا آوردن در حد توان بشر با اون همه مقدماتی که حضرت صدیقه گذراندند و با اون حالتهای روحی و جسمی. اما در بالاترین کلمات از جهت سطح معارف با خدا سخن گفتن و حمد الهی رو به جا آوردن و بعد از نعمت خاتم الانبیا، بعثت پیامبر اکرم، نبوت حضرت ختمی مرتبت، نعمتی که رسول خدا برای این امت به ارمغان آورد در حالی که مردمان چگونه زندگی می کردند سخن به میان آورد. نمونه ها و مصادیقی رو حضرت زهرا سلام الله علیها بیان کردند. آی مردم، شما قبل از بعثت پدرم خاتم الانبیا در چه وضعی بودید؟ معبود شما کی بود؟ در مقابل چه چیزی زانو می زدید؟ برای او قربان می کردید؟ هدیه می بردید؟ مردمی بت تراش، بت فروش، از ساخته و پرداخته دست خودتون بندگی ها می کردید، قربان نظر او می کردید، در مقابل او زانو می زدید. پدرم شما رو به چه رتبه ای رساند؟ آی مردم، شما خوراکتون چی بود؟ بعد توضیح می دن چه چیزی رو به عنوان غذا و خوراک، آشامیدنی و نوشیدنی شما چه چیزی بود، چه چیزی رو شما می نوشیدید به عنوان آشامیدنی و نعمتهایی که پدرم به ارمغان آورد و شما رو به کجا رسوند. دم زدند و تا می رسند به قصه و قسمتی از خطبه فدکیه که در او بیان فلسفه احکامه و حکمت احکامه که از قله های، از ستیق های، از رفیع ترین نقطه های خطبه فدکیه قصه فلسفه احکامی که در او بیان شده. انشالله در جلسه آینده به فضل و توفیق الهی پیرامون این امتیاز منحصر به فرد، نمیگم کم نظیر، امتیاز منحصر به فرد فلسفه احکام که در خطبه فدکیه آمده و شما در جای دیگه به این شکل پیدا نمیفرمایید، انشالله سخن خواهیم گفت تا چه قبول افتد و چه در نظر آید. خدا انشاءالله توفیق نزدیک شدن به مرام اهل بیت، آیین اهل بیت و همرنگی با اونها به همه ما کرامت بفرماید. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا مولاتی، یا فاطمت و عقیفینی. در خلوت هامون، در جلوت هامون، در نشست ها و برخاست هامون، اون زمانی که توفیق پیدا کردیم و توجهی بود، این ذکر رو بیشتر تکرار کنیم. یا مولاتی، یا فاطمت و عقیفینی، یا مولاتی، یا فاطمت و عقیفینی، یا مولاتی، یا فاطمت و عقیفینی.
و از اون حضرت استغاثه کنیم و پناه بجوییم به دامن مطهر حضرتش. السلام علیک یا بنت رسول الله. و رسول خدا این مقدار سفارش فاطمه اش رو کرد. جان شما و جان فاطمه من، جان شما و جان فرزندان فاطمه من. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همین جناب سلمان فارسی که سلام و درود خدا بر او باد نقل می کند، پیغمبر هفته های آخر حیات نورانیش گاه و بیگاه به مناسبت های مختلف گاه رسول خدا یادآوری می کرد مسلمان ها، فاطمه من فرزندی در راه داره، فاطمه من مسافری در راه داره، فاطمه من فرزندی رو دارد که پایان بخش فرزندان پسر عمم امیر المؤمنین علی است. در بعضی از نقل ها داره نام جناب محسن سلام الله علیه رو هم پیغمبر می برده. جناب سلمان فارسی نقل می کنه ما تعجب می کردیم آخه چرا، به چه جهت رسول خدا یاد کرد و تذکر داد که فاطمه او سلام الله علیها فرزندی داره؟ آخه سابقه نداشت قبل از این میلاد امام مجتبی، تولد سید الشهدا رو هفته ها قبلتر پیغمبر خبر نداده بود؟ چه جهت داشت که این بار برملا کرد و عمومی میفرمود آی مردم بدانید فاطمه من مسافری در راه داره، فرزندی در راه داره؟ چرا؟ برای ما جای تعجب بود. و همین جناب سلمان نقل میکنه هفته های بعد ما متوجه سر این کلام شدیم. هفته های بعد این حکمت بر ما روشن شد که چرا رسول خدا اعلام کرد، تا بعدها نگن ما نمیدانستیم دختر پیغمبر فرزندی در راه داره، تا بعدی ها ادعا نکنن اون زمان که پشت در جمع شدیم نمیدانستیم فاطمه چه وضعیتی داره، تا بعدها در تاریخ کسی ادعا نکنه وقتی هیزم آوردیم، وقتی مشت و لگد بر اون در کوبیدیم نمیدانستیم کدام فاطمه در چه شرایطی پشت در هست. رسول خدا اتمام حجت کرد. دیگه من زبانم نمیگرده این مصیبت رو بازتر بیان کنم، اما اون نانجیب ناپاکزاده همه کینه ها و حقد ها و حسد ها رو یک پارچه جمع کرد، اون چنان بر در لگدی کوفت که ناله دختر پیغمبر بین زمین و آسمان به آسمان برخاست، سه ناله و فریاد زد یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک و ابنتک. یعنی یا رسول الله ببین با حبیبه تو فاطمه تو چه میکنن. اهل معنا ناله دوم جانسوزتر بود. یه وقت فرمود علی جان اگر میخوای فاطمه تو زنده ببینی دیگه به فریاد فاطمه برس. اما دلسوخته ها ناله سوم از همه غریبانه تر بود. فرمود علی جان تو هم نیا، باید یه زن به فریادم برسه. یا فضة خزینی و علا صدر که فسندینی. یعنی فضة بیا مرو به آغوشت بچسبون، به خدا طفل رحمم محسنم رو کشتن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان و یا رحیم. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک وعلى آبائه.
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك تبقى وتمتأه فيها تبيلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن با این همه گناه به سوی تو آمدم با این همه گناه به سوی تو آمدم آقا دوباره در زدم آقا دوباره خانه لطف تو در زدم امام زمان هرچند بسته راه نگاه مرا گناه هرچند منو آلوده و بدم امام زمان اومدم در خونت مهدی فاطمه میدونم رو سیاهم آلودم اما به من گفتن در خانه شما خریدار داری آقا جانم یک بار دیگر آمده ام در حریم تو یک بار دیگر مهمان مادرت شدم آقا مکن ردم مهمان مادرت شدم آقا مکن ردم آلودگی کنار بدان در تمام عمر از داغ مادرم به سر و سینه ام زدن یک عمر نام مادر غم دیدت بردم آقا جانم یک عمر نام مادر غم دید بردم بودم برای او پسرای يا ابن الحسن
ابن الحسن يا ابن الحسن از خاک چادری که به افلاک میرسم، یعنی دخیل رشده ای از حبل ای زدم. مایی روزه ما بین روزه، روی دو چشمم حساب کن، هر چند روسیا به سوی تو ذکر مصیبت کنیم. از آقا خواهش داریم یه نظریم به این مجلس و محفل بیندازن. امام زمان من آن گلم که شرار ستم گلابم کرد، من آن گلم که شرار ستم گلابم کرد، ملال شوهر و داغ پدر کبابم کرد. به جای جای تنم قصر فدک، منی که بذرت و منی نبی خطابم کرد. زبز گرفتن حق امام مظلومم، به هر کسی که کمک خواستم جوابم کرد. گفتن علی جان به فاطمه بگو یا روز گریه کنه شب آرام بگیره، یا شب گریه کنه روز آرام بگیره. صدا زد علی من اگر گریه کنم از برای قربت تو، که سوز قربت تو قلبم آب کرده. علی دید علی هم داره گریه میکنه، جوانی هم به فدایت، فقط تو گریه نکن. جوانی هم به فدایت، فقط تو گریه نکن، که عشق تو جگرم را کباب کرد. علی 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 امام خانه نشین، قامت به سینه من انقلاب کرده. علی 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 بیرتم که پس از صحیفه قدیر امت چگونه غیر تو را انتخاب کرد. آقا همچو جنین گرفته ای زانوی خیر
بغل خیز و ببین چه می کشد همسر با وفای تو علی علی آی آی امام خان نشینه تا نشود به اوج غم یک سر موی از تو کم گام به گام و دم به دم محسن من فدای تو دستم اگر شکست شد در ره یاریت شدم باش که کنم آرزو سر شکنم به پای تو فاطمه خواست سر بشکنه برای علی اما بازو و پلو شکست این سر شکستن به دخترش زینب رسید سری به نیزه بلند است در مقابل زینب خدا کند که نباشد سر برادر زینب یه وقت نگاه کردن پس خود بی خود شد و به چوب محمل زد سرد کد بر خون گیسوانی را که زهرا جان کرد حسین سلام به تو ای شهید ره ولی سلام به تو ای شهید ره ولی تازیان خورده غم علی حرمتت پس از پدر شکست شد پهلوی تو پشت در شکست شد یاری ولایت و سیلی جنایت و ظلم می نهایت و بگو پشت در چی شد که قامتت خمید از لگد بگو و محسن شهید آخه با خوردی سیلی و رخت شده کبود دل چه قصه ها داره
فاطمه یا فاطمه، فاطمه یا فاطمه، صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبد الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين العرض بطول بقائه وجعلني وجعلنا من أنصاره. اللهم عجل لوليك الفرج. خدایا آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وام گذار، اونچه که به خوبانت عنایت فرمودی به ما نیز عنایت بفرما، موانع ظهور امام زمانمون رو برطرف بفرما. از بانیان خیر مؤسسه آل طه گذشتگانشون رو ببخش و بیاموز. اون کسانی که در این مسیر قدم برمی‌دارن نصرت و یاری بفرما. همه مریضها از سائل لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.